سلام و درود، خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه، خفن باشید. آقا تا حالا خودتون فکر کردی هوشتون چقدره؟ یعنی خودتون پرسیدین حالا فکر کردین اصلا باهوش‌ترین آدم دنیا کیه؟ من امروز اومدم بهتون ثابت کنم باهوش‌ترین، یکی از باهوش‌ترین آدمای دنیا منم. چرا؟ حالا شاید بپرسی که چه گوخوری ها؟ چجوری تو با اشارنام دنیا؟ آها، تست هوش پیدا کردم. این تست هوش رو میخوایم بریم با هم دیگه بدیم. خیلی تست هوش فوق سختیه. یه برین تست خفنه که میفهمید چند درصد مغزتون پوکه، چند درصدش کار میکنه. اصلا لازم نیست که اطلاعات عمومی رو داشته باشید. خیلی ساده میتونید این تست رو اگه مثل من با هوش باشید، چیزی ابر هوش باشید، میتونید این تست رو جواب بدید. بعد مثل من باشید دیگه. فقط باهوشا میتونن جواب بدن. چه گوخوری اپان خفه شد. به هر حال آره، لایک کام سابسکرایب رو نکنید، تو سابسکرایب نگید، زنگوله رو فعال کن. هر شب ویدیو داریم، البته دیشب ویدیو نداشتیم چون نمیدونم استراحت کردم یه روز دیگه، سر دردم داشتم، گفتم ویدیو نگیرم بهتره، ویدیو میگرفتم بعد درم میومد. به هر حال ایروسیش بزنم این تستو بزنیم بگید برنو مارتالی بریم. بله تست میکنم، هفت تا تسته که ما باید پاسخ بدیم بهشون، پس بریم. خب دو تا عکسه. خب این بغلش زمان داره که میاد پایین. من دیگه زمان رو استاپ کنم چون همونجوری که خیلی باهوشم نیاز به اون زمانه ندارم مثلا. خب میگه دو تا عکس با دقت ببین. آقا الان با دقت ببین شما. برو نگاه این دو تا عکس نگاه. چرا داری منو نگاه می‌کنی؟ خب میگه یه اشتباهی تو جفتش هست. اگه گفتین اشتباه چیه؟ خیلی این اشتباه ساده است. من فهمیدم. چرا؟ آها برعکس عکس ها ارفان تو چقدر باهوشی. نه بچه اینکه اشتباه. او لباشون برعکسه. آقا نگاه کن عکس برعکسه ولی لبا صافه، یعنی لبا باید اونوری میبود. جفتشون اینجوری هست. این جفتشون اما واتسون؟ نه این اما واتسون ندارم، درستی سمچپی امیلیا کلارک فکر کنم. آره که بانوهایی. بله لب برعکس. بذار ببینیم حالا چی میگه خودش. اوه بچه ها فقط لبا نبود، چشام بود. به هر حال این چیزی از باهوشی من که کم نمیکنه، که کم میکنه. چقدر بد میشه این ولی ترسناکه. خب چشم من چشش نگفتم دیگه، ولی حالا برام بریم. یه بعضی میتونه زبانشون اینجوری کنن به چرخونن. من نمیتونم. من نمیتونم. برو تست بعدی چی میاری؟ خب شماره 6 بذار ببینیم. او سوراخ. نه یعنی تعداد سوراخ، یعنی این تیشرت چند تا سوراخ داره؟ آقا این تیشرت چند تا سوراخ داره؟ 1-2 نه وای بابا بسته، اینو قبلا دیدم یادم. بچه اصلا هول نشید. بعد دریچه های ورودیش هم در نظر بگیرم. اول آستینه و یقه. ببین یه دونه پایین تیشرت خب بازه دیگه، یه دونه اونجا. دو تا آستین که میشه دو تا شو سه تا، یه دونه یقه 4 تا. خب دو تا هم سوراخ روشه، ولی آقا من میگم من باهوشم شما دقت نمی‌کنید. پوش دارم بابا، این دوتا سوراخ وقتی پشتش معلومه یعنی 4 تاست. خب میدونی چی میگم؟ خورشید پشتش به ما. حالا میدونست نه همینه. ببین شما دقت نمیکنید، یعنی یه رونه دوتا، یه رونه دوتا، 4 تا اینجا، 4 تا هم که اونجا، 8 سوراخ چیز دیگه که نیست. نه 8 تاست. بذار بگم آقا برو تایمر نمیخواد، برو جلو، برو جلو ببینیم چند تاست. 8 تاست. من متوسط توضیح بده، من مطمئنم 8 تاست. So the right answer is 8. Yes! بابا من خیلی باهوشم. من عبد من نمیدونم الان به جایی که تو بنیاد ملی نخبگان باشم، نشستم اینجا برای شما ویدیو درست میکنم. اب نداره دیگه بچه ها، متاسفانه بعضی استعدادها اینجوری میسوزه از بین میره مثل من. خفشم. حالا به هر حال بریم. از این هفت تا تست دو تاشو درست جواب دادم، اولیش نصفش درست کردم. اینو یکی و نصفی. آره اینجا که گفتم یکی و نصف تلا جواب دادم، این سوراخ هم که درست کنم. بریم بعدی، بریم بعدی. تست شماره 5 آقا بیا. اسم این درخت رو چی میذاری؟ بچه این یه پرنده است رو درخت نشسته. خب ولی اینکه اسم درخت چی میذاریم چی؟ بکنم منظورش همینه که باید بتونیم این خطاریش رو کشف کنیم، یعنی این پرنده رو ببینیم، استتارش رو بر بیانیم. خب من در آوردم استتارش رو دیگه، پرنده است اینجا. برو یه اسمی که به ذهنت اومد رو کامنت بذارید، و الان اون مهم نیست. اصل نکته این بود که این پرنده رو کشف کنیم، که من همون اول دیدم. خیلی خطای دیده ساده بود، خیلی راحت مرا نمیم. شما هم ساده دیده یادم، من راحت دیدم. چرا نه؟ شاید به خاطر هوش و ذکاوت زیادیمه. در آخر آقا من نمی... آقا شما جدیدن کمکاری میدونم، کامنت با من نمیذارید، صمیمیت بینمون داره.
برو کامنت بذار. بهت میگم برو کامنت بذار. میخوام این ویدیو رو انصافا همه کامنت رو که همشون میخونم، ولی این همه کامنت رو میخوام برم لایک کنم و سوالش شعر رو جواب بدم. اصلا همه رو جواب میدم، همه رو که نمیتونم جواب بدم، ولی اصلا میخوام این ویدیو کامنتش خیلی ویژه است. میتونی اگه صحبتی داری بکنی تو کامنت ها، این استار رو میتونی بری فالو بکنی. حتی ما گروه کانال تلگرام داریم، گروه تلگرام داریم، میتونی بری کانال تلگرام فالو بکنی که از کانال تلگرام بیای تو گروه تلگرام، تو گروه تلگرام بیای تو با من صحبت کن. حالا به هر حال چون شخص خیلی بزرگی امروز اسکول شدم. آره خلاص آقا یه کان بذار بنویسید چند تا این تستا رو درست جواب بدین. خب اینم که درست جواب داریم. سه تا دو تا نصف درست جواب داریم. برو بعدی آقا. برو بعدی تست شماره 4. خب Can you spot نمیشه Can you spot Mr. S او 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 یه میتونی اینجا یه اشتباه رو پیدا کنی؟ بچه‌ها نوشته Can you spot اسپات میستیک هیر، دو بار کلمه اسپات رو نوشته و این اشتباهه. ولی حالا چرا من اینو سریع پیدا کردم؟ چون قبلا دیده بودم. ولی در حالات عادی اینو ندیده باشین، ذهنتون وقتی میخونین کن یو اسپات اسپات میستیک، یه اسپات اضافی رو ذهن اتوماتیک حذف میکنه و شما اینجوری میخونین کن یو اسپات میستیک هیر و یه دو تا اسپات رو یه اسپات میبینید. ولی خب من حالا چون قبلا دیده بودم راحت دیدم، وگرنه ادعای نمیکنم بابت این مطمئن اگه قبلا ندیده بودم اینجا میدیدم. حال بود ولی دو تا اسپات داریم. برو جوابشو بده. یه دونه آره واسه بگه آره یه اسپات اینجا یه اسپات یه ذهن رو همیشه واقعیت رو به شما نشون نمیده. فریب ذهن رو نخور عزیز، جون دل فریب نخور. یعنی این متن تو اینترنت زیاد هست و هیچ وقت متوجهش نمیشید. بریم تست 3. میگه میتونی یه بچه مخفی رو پیدا بکنی؟ آره خیلی ساده است بچه ها. بذاری با موس بهتون موس رو میبینید دیگه. این کلشه، این چششه اینجا که موس هست، این دستاشه اینجوری کرد انگار که شبیه توی رحم مادر، این پاهاشه، اینم حالا انگار بنده نام. حالا نه به حال بچه هست، اینم تهشه ته بچه هست، دلشه اینجا، کلشه. آره راحت خیلی ساده. حالا برو جلو. خدایی با من الان این تست دارم ببینم چقدر باهوشم. فکر نمی‌کردم بتونم انقدر هوشمند باشه. همه رو جواب داد. آره اینا ها دقیقاً چقدر وای عرفان تو چه کمالاتی داری. بیاید مریدام بشید، بیاید مریدهای من بشید. باحال بود اینم. متفاجئ نشدم آخرش. متفاجئ نشدم چی گفت؟ یه نکته گفت. بریم آقا تست شماره 2. فقط دو تا مونده، من مطمئنم دو تا هم درست جواب میدم. خب او این سوال رو قبلا دیده بودم ولی هیچی یادم نمیاد. میگه کدوم خط بلندتره؟ بلندتر طبیعتا ما تو نگاه اول میگیم ای بلندتره، واقعا بچه ای بلندتره، ولی این قطعا میخواد بگه جواب بیه. ولی حالا چه فریبی خوردی من واقعا نمیدونم. این تستو هنوز که هنوزه نمیتونم درست جوابشو بدم، ولی انصافا به نظر من ای بلندتر. خب ای بلندتره دیگه، چی میگه حالا؟ ای بلندتره بچه ها. جوابش چیه؟ بگو دیگه. یه لایک بزن، یه لایک بزن، من اینجا هستم، یه لایک بزن. واری کردم یه قطعا قطع ای بلندتره. خب درست بود. خب یعنی چی؟ خب but four of the tested people were asked to lie. So technically, there was only one real subject. The people lied very convincingly, so the subject didn't want to stand out and gave the wrong answer. The same phenomenon can be illustrated with jokes. If you're in a group of people and somebody tells a joke that everybody finds funny, you will laugh too, even if you don't get it or don't think it's funny. و این تئوری تقلید بود، تئوری تقلید ناآگاهانه. دیدی بچه‌ها یکی معمولا خمیازه میکشه، یکی دیگه هم مثلا ببینتش خمیازه میکشه یا خوابش میگیره، یا همچین تقلیدایی که ما ناآگاهانه انجام میدیم مثلا بی دلیل خاطر نورون‌های آینه‌ای تو مغزمون. حالا بچه‌ای که زیست خوندن بهتر میدونن. ببینید یه تحقیقی انجام شده و اونجا مثلا فکر کنم تحقیقش اینجوری بود، حالا تحقیق متوجه نشدم، ولی همچین چیزی بود که به 5 نفر همین سوالو پرسیدن که کدوم خط بلندتره. این 5 نفر 4 نفرشون هماهنگ شده بود. یعنی 4 نفر گفته بودن آقا ازت پرسیدن کدوم خط بلندتره، الکی
چی بگو اون پایینی، یعنی اون کوتاه بلندتره. یه نفر آدم عادی بود، حالا فرض کن 4 نفر گفتن اون خط پایینیه که کوتاه‌تره بلندتره، اون نفر پنجم ناخودآگاه یه دلیل اصلا عجیب غریب ذهنش میاد، میگه پس حتماً اون بی درسته، حتماً اون کوتاه بلندتره، حتماً یه چیزی هست که من نمیدونم، و اونم ناخودآگاه و ناآگاهانه میگه که خط بی بلندتره. و جالبه ها، خیلی جالبه. با حال دیگه میگه که مثلا اینجوری اتوبوس رو نشون داد بچه‌ها، اصلا میگه مثلا یکی توی جمعی یا توی محل کارتون نه حالا یه جوکی تعریف کنه که همه بهش بخندن، اگه از نظر شما خنده دارم نباشه، چون ناخودآگاه بهش میخندید، چون همه دارن میخندن، شما تقلید ناآگاهانه و ناخودآگاه میکنید و خیلی جالب. پس همون خط A بلندتره، ولی اگه 20 نفر رو بهمون بیارن که بگن خط B بلندتره، احتمالاً ما هم بگیم B بلندتره، با اینکه فکر میکنیم ما هرگز نمیگیم، ولی میگیم، چون فریب ذهنه. Maybe not you, but approximately 75% of people do so. جالب بود. Test number one. خب تست یک. بایسته چرا رفت؟ تست یک. Test number one. بیار آقا. بردیک بس سخت باشه. حالا همه رو درست جواب دادیم. Can you spot Mike Wazowski? دیگه میتونیم مایک وازوفسکی رو پیدا کنیم. مایک وازوفسکی همون هیلای چش سبز بود توی کارخونه هیلاها. خب این وودیه، این هم این فضاییان که تو کارتون داستان سو بازی خیلی باحال و رومخ، خیلی رومخ بودن. این سبز سه تا حرف زدن با آقای سیب زمینی، گفتن بابا چنگک، به چنگک علاقه داشتن. خب موسو بده من این مایک وازوفسکی از این گوشه هایی که شروع کنم. مایک وازوفسکی تو اینایی که سه تا چش دارن، اگه یه چش باشه خیلی راحت پیدا میشه. یه مایک وازوفسکی دو چش هم تو میما معروف شده بود. اینا ناکو موسو ناکو کجاست؟ اینجا. آقا پیدا کردم مایک وازوفسکی. دمم گرم خدایی. چش خیلی قوی دارم. پرنده دارم در نگاه اول بره. آقا اینجا یه خورده دیتا پیدا کردی. خب ببینیم. یس. یه سبزه ولی همچنان خیلی متفاوته. خب میگه بریم راجع به نتایج حرف بزنیم. یا اگه 20 ثانیه بیشتر طول کشیده باشه هر سوال جواب بدین یا بعضی سوالا جواب ندین، ذهنتون به ذهن آدم میچره. میچر چه معنی میداد؟ میچر بالغ میشد. چی میشد؟ میگم آدم آدم بزرگ میشه میتری، یا اون ادالت نمیدونم. خب حالا for you to make your mind see beyond the obvious and you can't handle change easily. Wow. If it took you less than 20 seconds, your brain is quite young and you can آره میچر همون بالغ میشه و میگه اگه کمتر از 20 ثانیه بر سال جواب دادین، ذهنتون یانگه، یعنی جوونه، ذهن خیلی خفنتری دارین. ما ذهنمون جوون خفن داره. تست خدایی سالا رو حالا تی تایم بگیری تقریبا زیر 20 ثانیه. حالا شاید این مایک وازوفسکی یکم بیشتر از 20 ثانیه تو گوشه بگنه، ما درست شد. تست باحالی بود به نظرم. به هر حال مهم اینه دمتون گرم که تا اینجا ویدیوام رو بودید. عمرم خوشتون باشه. اگر این ویدیو دوست داشتید لایک کام سابسکرایب کنید، نرد تو کامنت بنویسید که از این ویدیوها بذاریم، تست هوش بذاریم. حتما برام کامنت بذارید چند تا چیز جواب بدید، چند تا چیز نتیجه جواب بدید، یا همه رو جواب بدید. شما نابغه اید، میچرید، بالغید، یانگید، ذهنتون نوجوونه، چیه؟ بنویسید دیگه اینا تو کامنت. اصلا آروم باش. مرسی که همراه بکنید، ویدیو رو نگاه می‌کنید، خیلی عشقید. اینستاگرامتون رو فالو کنید تا ویدیو بعدی. خدافظ. تیک کیر و مراقب خودتون باشید.